الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند و عرض ادب و احترام و سلام قربانیتتون محضر تمام عزیزانی که از طریق فضای مجازی عرائض بنده و مجلس شریف رو پیگیری می کند. خدای متعال رو شکر می کنیم دریا که به همه ما این توفیق عظیم رو بخشید تا این لحظه از ماه محرم الحرام توفیق عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو پیدا کنیم. امشبی که شب جمعه هست و شب جمعه نخست دهه نخست ماه محرم هست، هم شکر ویژه‌ای دارد که کماکان تحت بارش باران اجازه و تفقد و لطف حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هستیم که اینجا هستیم. در شبان پیش که محضر عزیزان مشرف شدم، با آنکه گفتگوهای متعدد و متفرقی محضرتون تقدیم شد، اساس و محور آنچه گفتیم شرح و برداشتی از فرمایش نبوی بود: مثل اهل بیتی کسفینة نوح، ان الحسین مصباح الهدا سفینه النجا، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این جمله ها رو که برخیش نص حدیثی است و برخیش مفاد مستفاد حدیثی است، اصطلاحا محور عرائض خودمون قرار دادیم که وقتی پیامبر عزیزمون سخن از کشتی بودن معصومان می‌فرماید، این تشبیه وجه شبهش باید مورد توجه ما قرار بگیره. وقتی می‌گویند علی اسد الله است صلوات الله علیه، وجه تشبیه مولا به اسد باید مورد توجه ما قرار بگیره. وقتی می‌فرمایند حسین کشتی نجات است، باید بدانیم وجه این تشبیه و این شباهت چیست. یکی و نوبت قبل با هم سخن گفتیم که در جامعه طوفان زده زندگی می‌کنیم که کشتی نیاز است، که نجات نیاز است. اگر طوفان زدگی نبود که کشتی نمی‌خواستیم. چون شب می آید و تاریکی هست چراغ می خواهیم، اگر همیشه نور بود که مصباح نمی خواستیم. پس پیام می فرماید که بدانید در طوفان هستید و عالم رو عالم طوفانی بگیرید. و عرض کردیم این به معتقد به این مطلب وحشت نمی آموزد، تدبیر می آموزد. نفرموده اند که به هراسیم، فرموده اند حواسمان جمع باشد. وجه دیگری رو در این نوبت می‌خواهیم با هم سخن بکنیم که وجه مهمی است، وجهی که در جمله بعدی پیامبر خدا تفصیل پیدا کرده. فرمود مثل اهل بیتی کسفینة نوح. چرا سفینه نوح؟ خب می‌فرمود مثل اهل بیتی کس سفینه، ان اهل بیتی کس سفن نجات. چرا از یک کشتی به تهدید صحبت میکنه؟ تهدید با هی جیمی. چرا از یک کشتی به تعیین صحبت میکنه؟ برای اینکه ماجرای کشتی نوح
یک قصه پرقصه‌ای بود که در جای جای قرآن شریف آمده. حسین من، اهل بیت من، امام زمانتون کشتی است. کشتی نو. چی کشتی نو؟ ببینید ماجرای کشتی که سفینت نوهن، اونی که به حجت خدا معتقده آنم راضی میکنه، خیلی خدا و پیغمبر و امام زمان او چنداز غیبت صغرا برای برخی از بیاید جلو، او به سمت جدا، بعد میرسید به جزدا، بعد میرسید به جزین که سمت بتونه زین که سمت بتونه پیش اونا و... یا بر... پیش اونا و... یا بر... مسیحا چیکار میکنی؟ دیگه مسیحا چیکار میکنی؟ سید مسلمانتون کرد کدوم سید؟ بیماری گرفت مسلمانتون کرد کدوم سید؟ بیماری گرفت، حالا مثلا بگید سل نجات. من حتی مامانم بابامو ترک کرده بود، این که همه از دورش رفتن کنار، تو اینجور تیمارش کردی. سید گفته باشه چی خوبه؟ گفت که من به دین فاطمه معتقدم. گفت دین فاطمه دیگه چیه؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اگه من بخوام به دین فاطمه در بیام باید چیکار کنم؟ اون چیکار باید انجام بدی؟ من بابا مون شد. یه عده از کسانی که با ما نیستند جون بدم. من دوستی میپرسه آقا من میخوام برم امریکا ادامه تحصیل، من میخوام برم زابل دانشگاه علوم پزشکی، بگو چه کنم، چه کتاب بخونم، مسیحی شیعه کنم؟ نه، این کارا رو نمیخواد بکن. تو اون تایمی که اونجا هستی بهترین باش، با اخلاق ترین باش، سالم ترین باش. کون و دعاتن للناس به غیر السنتکم. نمیخواد القدیر بخونی، شرح و بحث کنی. تو پزشکی تو انجام بده، مهندس باش، بهترین اخلاق رو داشته باشه. خود این تزیین میکنه دین و واسه اونا تبلیغ میکنه. یه گام دوم روی این موضوع بخوایم بحث کنیم مفصل، من مجالم الان این به محور با یه عده از اونا اینجوری گفتگو میکنیم، اما با یه عده شون باید خودمون رها بشیم. یعنی لزوما شما پاسخ هر سوال رو ندید آقا، لزوما با هر کسی بحث و نزاع و مناظره نکنید آقا جان. میدونید چرا؟ خیلی از این سوالات مطرح شده تا حال شما رو بگیره. من غالبا وقتی سوالات ایام محرمی میاد، این شبهه، این شبهه، این شبهه، این شبهه، خودم به رفقا میگم جواب نفرمایید تا پس از عاشورا. اصلا این شبهه اول محرم آمده که حال عاشورای تو رو بگیره. دنبال جوابی عزیز من 10 روز اجازه بفرما، عاشورای ما تمام میشه، ما کار و بار خود داشته باشیم، بعد تو پاسخ میدم اگه دنبال پاسخی. اما عجبا که عاشورا هم تمام میشود، سوالا تمام میشود. اصلا اون سواله نیامده که جواب بگیره، اومده که حال من و شما رو بگیره، رمق دید من و شما رو بگیره. اینو از من دوستان شنیدن، اما اینجا دوباره تکرار میکنم. یه سوال ما داریم تو تاریخ دوستان، سوال عجیب غریبیه، فقط از وجود مقدس مولا علی سوال شده. عجیب این سوال. خدا رحمت کنه کاشفش و مرحوم علامه مجلسی نازنینمون تو بهار شریفه، فقط از وجود مقدس مولا امیرالمومنین یه سوال کردن. سوال اینه: سؤل امیرالمومنین علیه السلام عن القرع. از علی درباره کدو پرسیدند. ایذبح؟ میخواییم بخوریمش، ذبحش کنیم؟ نه جناب، کدوهای خورشی، کدوهای حلوایی. قرع یعنی کدو حلوایی. از علی پرسیدن کدو میخواییم بخوریم، گردن داره کدوه دیگه، ذبحش کنیم؟ فقط این سوال در تاریخ از وجود مقدس مولا پرسید، نه قبلش نه بعدش نیست. حالا برخی از فقهای ما، علمای ما، محدثین ما چه تحلیل کردن بماند؟ جواب مولا رو ببینید، جواب اینه. سوالی بود کدو رو بخورم ذبح کنم؟ جواب اینه، بله، نه دیگه، نه ذبح نکن، ذبح بکن. اما جواب اینه: کلوه ولا یستفزنکم الشیطان. کدو تو بخور، نزار شیطان گمراهت کنه. علی جان این درست جواب دادنه؟ پرسید بعد کدو بخورم ذبح کنم یا نه؟ بگو آره یا نه دیگه. کلوه، اینم لحن داره ها، جمله خبری کلوه نیست. کلوه بلا یستفزن نکموش نهیبه. کدو تو بخور، سرت تو لاک خودت باشه، شیطان نبرتت. مجلسی باز میکنه سوالو. چی بود این سواله؟ میگه بین امر عاص و معاویه اختلاف شد که ما اگه بگیم بریم با علی ابن ابی طالبم به جنگی مردم شام میان یا با علی مردم نمی جنگن؟ معاویه میگفت نمی جنگن مردم با علی، ما رو دست میخوریم.
امرؤاس میگفت اونی که ما تربیت کردیم با علی هم میجنگه. اثبات کنه بهت ما چی تربیت کردیم. رفت اون منبر امرؤاس گفت بسم الله الرحمن الرحیم انی قد سمعت من الرسول الله من رسول الله اذا اراد احدكم ان ياكل القرع فعليه ان يذبحه. خودم از پیغمبر شنیدم که هر کی خواست کدو بخوره باید کدو رو ذبح کنه. 4 شرط لازمه: رو به قبله باشه، ذابح مسلمان باشه، آب بزنه به کدو، آلت ذبح حدید باشه، آهن باشه، نشکنیشا. صدق الله العظیم. آمد پایین، مردم چه کرده باشن خوبه، ریختن سر خلیفه، سر وزیر خلیفه، مسئول فرهنگ علمی خلیفه، گفتن جناب امرؤاس پس تکلیف کدوهایی که خوردیم دقت نکردیم چیه؟ ان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم. با علی هم میشه جنگید، اونی که ما اینقدر به حماقت گرفتیمش که کدوشو میگیم ذبح کن، میگه چشم، او با علی هم میجنگه. این سوال از شام پچ پچ شد، رسانه ها شیر کردن، رسید به کوفه علی. صحابی شیعه آمد پیش مرتضی علی: یا امیر المؤمنین، کدو میخوام بخورم ذبحش کنم؟ آقا فرمود کدو تو بخور، این سؤال شیطان ایجاد کرده. ولا یستفزنکم الشیطان، جواب نده. رفقا خیلی از سؤالا رو شیطان ایجاد میکنه، عزاداری تو بکن. ولا یستفزنکم الشیطان، انتظار امام زمان رو تو بکش. ولا یستفزنکم الشیطان، نمیگم جواب ندیدا، میگم هر سؤالی رو جواب ندید. اصلا یه مدتی هست ماها رو دست خوردیم، من حرف اصلیمو بزنم، مدت هاست ما رو دست خوردیم، دشمن شروع کرده به تأسیس کارخونه های منسوجات تولید شبهات. ما عده و عده و کلاس و درس و کورس و مؤسسه و هزینه و عالم و آدم رو گذاشتیم، فقط جواب میدیم. از این جواب ها چند نفر اصلاح شدن؟ بعد یادم رفت خانه خودمون، جزیره خودمون، شیعه خودمون، بچه خودمون مثل برگ درخت داره میریزه، ما جواب شبهه قرن 8 فلانی رو میدیم. کلوه ولا یستفزنکم الشیطان. تو اصحاب امام صادق چند تا مؤمن طاق مسئول پاسخگویی به سوالات مخالفین بودن؟ زراره ها محورن، نه مؤمن طاق ها. مؤمن طاق افراد محدود یا نه، برای پاسخ به سوالات در خانه اگر کس است مؤمن طاق بس است. ابابصیر و محمد ابن مسلم و فلانی و یونس ابن عبدالرحمن، اینا اصلا پرداختن به خانه خودمون، شیعه خودمون، بچه خودمون. رو دست نخوریم، مثل شبهه کارش شیطان همینه دیگه. دیشب خواندیم دیگه: اجعلوا شغلکم بالتشکیک فی هذه، تا میتونی شک ایجاد کن. پس فرمود رفقا چی؟ فرمود که مثل اهل بیتی که سفینه نوح. وقتی که سفینه ما سفینه نوحه، یکی از کارا اینه که بدونیم سفینه نوح همیشه مورد تشویق قرار نگرفت، همیشه تشویق نشد. هنر اینه که آدم وایس وسط این استهزاها بگه یک دست پاسخ اینه، من دیگه تقسیم بندیشو نخواستم ادامه بدم، یه دست پاسخ اینه. پیغمبرمون آموخت لکم دینکم ولی دین، من مشغول حسینم، تو مشغول آنچه که میدانی، آقا کاری نداشته باش، خدا حافظ. همین حالا و اذا خاطبهم، این یادتون باشه گام سوم بود، نه گام اول. گام اول گفتم بهتون سید، گام دوم پرداختن به خودم، هی بحث کرد. گام سوم چی آقا جان؟ چی؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینجا سلاما یعنی خدا حافظی، یعنی کات، یعنی مشغول خودت باش. خیلی فکر نکنید هنر میکنم هی کل میندازم. آقا ما تو فامیل یکی داریم تا دوره هم میشینیم، این حرف خودم رو چیز میکنه، حال خودم رو میگیره، روح خودم رو، رمق خودم رو میگیره، خودم رو تقویت کنه. و گفتم کشتی نوح یعنی این که مراقب باشم از تزلزلهایی که این و اون ایجاد میکنن من هیچگاه نشکنم. نکته دیگر، پیامبر عزیزمون وقتی که تشبیه کرد اهل بیتش رو به کشتی نوح،
یه جمله‌ای شاید شرطیه بتونیم اسمشو بذاریم، برای نجات گذاشت. فرمود من رکبها نجا. این جمله من رکبها نجا میتونه جمله شرطیه باشه، جمله شرطیه نباشه، با دو تا منظر بلاغی. من میخوام روی یک کلمش وایسم. میشه روی رکبهاش وایساد؟ شرط اینه که سوار کشتی بشی، یا نه دکور کردن تو خونه. شب اول بحث کردیم سوار بشی نجا. اما یه جمله، یه کلمه دیگه داره. فرمود منو چی باید معنا کنی؟ منو امشب باید معنا کنی. منو دیشب نباید معنا میکردی، منو امشب باید معنا میکردی. منو کنی من رکبها. این من یه من موصوله عام رفقا، الذین یعملون الصالحات و رکبها نیست، الذین یصلون و یصومون قائمون بالنهار نیست. من یعنی کی؟ هر آن که هستی بازا. من یعنی این که شرط سوار شدنه. من یعنی این که من امام زمان رو میخوام به هر کی معرفی کنم، قید و بند نذارم. تو تیم من باشی و تو مجموعه من باشی و اینجوری که من میگم و اینی که من میخوام و اگه منو قبول. این بازی ها تو کلام پیغمبر ما نیست. من رکبها. برای همین هنر یه معلم اخلاق، هنر یه معلم مذهبی اینه فقط سوار کن. آقا چی؟ در هم سوار کن. هنر تو سوار کردن باید باشه. تشخیص اینکه کیو سوار کنی به عهده من و شما نیست. فرمود سوار بشه هر کی نجا. ته امشب میخوایم بگیم هر کی، هر کی فقط سوار شه، فقط سوار شه، سوار شه تموم قصه. از یکی از پیرمردای قم من اینو شنیدم، موندم بگم نگم. دو سه سال پیش من این آقا رو ندیدم، اقتضا نمی‌کردم، شاید دوستان بعضی‌ها ایشان رو دیده باشن. مرحوم آقای قوام از منبری‌های خوبه این شهر. ایشون خود ایشون هم منبری خیلی عزیزی هست، پیر مردی است تو قم، دیگه نفسی نداره واسه روزه خواندن. میگفت که من از خود آقای قوام خودم اینو شنیدم که مرحوم آقای قوام تعریف می‌کرد، می‌فرمود که من تهران سه تا منبر داشتم دهی اول محرم، سه تا منبر داشتم. شام عاشورا که پایان منبرهام، یک دستمالی هم قدیمی ها دستشون بود که حالا دستمال یزدی بهش میگفتن، تو جیب من بود. اون مرحمتی که صاحب خانه پایان جلسه کرد رو من ریختم تو این دستمال. شب جلسه سوم هم رفتم، سه تا جلسه که رفته بودم مرحمتی هایی که کرده بودند رو من تو این دستمال ریختم، بستمش، رفتم برم به سمت منزلم. دیگه آخرای شب بود، توی یکی از خیابان‌های تهران دیدم که یه صحنه نامناسبی دیدم از یه خانومی منتظر بود. میگه من فهمیدم که خب صحنه خوب و سالمی نیست. رفتم پیش اون خانم، گفتم که منو میشناسی؟ منبری معروفی بود. گفت شما قوامی؟ گفتم بله. با من کار داری؟ گفتم نه، آمدم بده این نکته بگم. گفتم ببین کاسر، این دستمالو، این 30 روزه ایست که من برای سید الشهدا خوندم. من این پولو میدم به تو، تو این پولو بگیر برگرد منزلت، خطا نکن. تو مگه برای پول نیست؟ گفت چرا. گفت این پولو بگیر برو منزلت. گفتش که پولو گرفت و هیچی نگفت. گفت مونده بود که، یعنی همین؟ همین. گفت دو قدم رفت، گفتم راستی خانم؟ گفت بله بگو. گفتم که ببین این سمت، سمت کربلاست، اینجوری کربلاست. گفت خب. گفت رفتی منزلت یه حالی پیدا کردی، یه وضو بگیر رو به کربلا وایسا، یه جمله بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت رفت خانم، رفت، تموم شد. این پیرمرد واسه من تعریف میکرد، گفت آقای قوام فرمود ماجرا گذشت، من 10-12 سال بعد مشرف شدم عراق. این قصه فکر کنم مال 65 سال پیشه، 70 سال پیشه، کمتر و بیشتر. گفت رفتم عراق، رفتم کربلای معلا، نماز میخوندم، نمازم تموم شد، نشستم مشغول زیارتنامه بودم، چی این حرفا؟ دیدم یه خانم جلیله محجبه آمد و فرمودن که، خب منم پیر شده بودم دیگه،
گفتن که دیدم با یک آقای تشریف آوردن و دو تا پسر هم دستشون. فرمودن که آقای قوام هستی شما؟ گفتم بله. گفتن که منو میشناسی؟ گفتم نه هاش خانم، من شما رو نمیشناسم. فرمودن ایشون شوهرمه سیده، این دوتا هم بچه های من هستن، پسرامن. سومین بار آمدیم پابوس سید شهده. گفتم خب من شما رو میشناسم؟ فرمود بله. حالا شوهرش خبر نداره. گفت من همونیم که اون شب اون تفقد دستمال یزدی رو به من کردید. من رکه بها نجا. آقای قوام فقط چیکار کرد؟ سوارش کرد، سوار کشتی سید شهدا کرد. تو قصه سید شهدا و امام زمان سلام الله علیه، هنر من باید این باشه، یادتون باشه این حرفا تجری بر گناه نمیاره. اگر ندانستی خطا کردی، ندونستی پات لغزید، هزار یادت باشه حق افسردگی، حق پژمردگی، حق سر به دیوار کوبیدن، حق این که آقا من روسیا چقدر، حق این حرفا نداری. باید خیلی صاف و ساده سرتو بیاری جلوی حجت خدا، زندگی تو بکنی. حق نداری از کشتی بری بیرون، چون هیچ جای جز این کشتی ناخدایی نداره، هیچ جا نداره. رفقا ببینیم، یک تذکر بدم، ما بدبختی اینه که در بینمون فرهنگ تصوف جاری است، بین ماها جاری است، تو اشعارمون که موج میزنه. ما برای توبه استون حنانه لازم نداریم، این فرهنگ اهل بیت نیست، این فرهنگ رابعه ادبی است، این فرهنگ تصوفه. تو قصه بنی قریظه شنیدید پیغمبر خدا تشریف آوردن بعد از اون ماجرای خیبر و اون بحثایی که شد پیش بنی قریظه، فرمودن که یا جزیه بدید یا مسلمان بشید یا ترک شون جنگ و این حرفا. اون فصل قصتش. اونا گفتن که عرض کنم خدمت شما که یا رسول الله، فلانی که جزو اصحاب ما بوده، ابو لبابه، یهودی بوده مسلمان شده، ایشون میشه بیاد تو قلعه ما، ما یه مشورت باهاش بکنیم بعد جواب بدیم که جزیه بدیم یا فلان کنیم یا اینجوری. ابو لبابه برو برو. ابو لبابه میگه من رفتم داخل قلعه یهودی اما چه بلایی سرمون، نفهمیدم یهو جوگیر شدم. حالا بعد از علما میگن سحر شده بوده، حالا هرچی. اونا گفتن که تو که مسلمون شدی بگو ته دل پیغمبر چیه، نظر قطعیش. میگه من یه غلطی کردم، اینجوری کردم. گفتم اراد بكم الذبح، میخواد گردن همتون رو بزن. اصلا نفهمیدم چه غلطی کردم. از قلعه آمدم بیرون، تازه انگار حالم جا آمده، گفتم واه لقد خنت الله و رسوله، من خیانت خدا و رسول خدا کردم. رفت مسجد و نبی خودشو بست به یه ستون که خدایا مرگ مرا برسان و توبه منو قبول کن. خب اونا هم حرف اینو قبول نکردند و صلح کردند. و آبا که از آسیاب افتاد، آقا فرمود رسول خدا ابو لبابه کو؟ گفتن آقا یه همچین غلطی کرده، رفته خودشو بسته به ستون. حضرت فرمود ستون چرا؟ لو اتانا لاستغفرنا الله له، اگه میومد پیش من، من خودم واسش توبه میگرفتم، خودم واسش استغفار میکردم. ستون واسه چی؟ مهمترین روش توبه سوره مبارکه نساس دیگه. ولو انهم ازلموا انفسهم، چی؟ اونایی که ظلم کردن به خودشون فراوان توبه یاد داشته باشن. آقا یادتون باشه ماها نامعصومیم، جائز الخطا نیستیم، ممکن الخطا هستیم، پامون رو پوست موز قرار میگیره، میخوریم زمین، یه جوونی هستیم که ممکنه سالها مسیر رو کج و مج رفته باشیم. راهش چیه؟ راهش نه پژمردگیه نه افسردگیه، راهش آمدن پیش آن کسی است که خدا فرمود اگه بیای پیشش توبتو قبول میکنم. ولو انهم ازلموا و انفسهم جاؤوک، بیان پیش توی حجت خدا. اینجا الان بحث مدرسه ای با هم نداریم، نفرمود بیان پیش رسول خدا، با کاف ضمیر آورده و این کاف ضمیر یعنی رسول خدا، امیرالمومنین، امام مجتبی و ولی عصر، یعنی حجت الله، نه رسول الله به تعیین، به تمثیله. اگه بیان پیش پیغمبر خدا به حالشون حال توبه باشه، یعنی بخواد تموم کنه ماجرا رو،
و پیغمبر خدا تایید کنه توبشو، لوجد الله توابا رحیما، خدا میبخشه. بی برو بر این توبه است که اگر من موفق به این توبه شدم، اگه حس کنم یا گمان کنم آیا خدا منو هم میپذیره، خود این شک، خود این تردید گناه کبیر است. پدر آقای شبیری از مراجع تقلید حال حاضر، خدا حفظشون کنه، یک کتاب داره، الکلام و یجر الکلام، حرف حرف میاره، از سخن گویان میخیزد سخن، کتاب قصه است. تو اونجا اینو نقل کرده، میگه تو عراق یه دزدی بود اسمش عبدالله بود، اینقدر از دست پلیس در میرفت بهش میگفتن عبدالفرار، به جای عبدالله عبدالفرار میگفتن، به لهجه عراقی عبدالفرار، اونی که دائم در میره. میدزدید. گفت آمده بود شام خورد و از خونش با زنش خداحافظی کرد، اومد بره تو نجف، از اون کوچه پس کوچه کسی تو تاریکی نبینتش، یهو یکی از مراجع عصر رو دید. اون بزرگوار دیدش، بهش فرمود که مسموکه، اونم وایساد، مرجع تقلید عصرشو دیده، مسموکه، اسمت چیه؟ گفت که عبد، عبد اسمم. پرسید ایو عبد؟ کدوم عبد؟ گفت عبدالفرار. سید بهش گفت از کی فرار میکنی؟ امن الله او من امیر المؤمنین؟ رفت. توی قصه اومده عبد رفت حرم مرتضی علی، سه شبانه روز توبه کرد، به ذریح متوسل شد، برگشت آمد خانه. هفته ها سپری کرد، هر خونه‌ای که دزدیده بود رفت اموالو پس داد، رضایت گرفت، عذرخواهی کرد، جبران کرد، خونه‌شو فروخت. این مرجع تقلید تو صحن مولا علی مشغول تدریسه، 70 تا مجتهد مسلم پای درسشه، یهو کتابو بست، گفت که آقایان و طلاب امروز درس زودتر به پایان میبریم، یکی از اولیاء خدا به رحمت خدا رفت، بریم تشییع جنازه ای او. آمدن دیدن یه جنازه ساده است، یه خانمی جلو جنازه داره میره گریه میکنه، یک خادم غسالخانه هم داره میره با دفع جنازه رو. جنازه اولیاء الله کجا بود؟ یهو دیدن این مرجع تقلید با 70 تا مجتهد مسلم زیر جنازه او هستند، بلند میگن لا اله الا الله، نماز خون بر او، اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. چی شد؟ فهمید کجا باید بره؟ از کی فرار میکنی؟ از امام زمان؟ این حرفم نزنیم آقا، من روسیا، این حرف شیطانه. کی روسفیده پیش امام زمان که من و شما روسفید باشیم؟ هممون پر از مشاکل و مصائبیم، هممون. از کی فرار میکنی؟ امن الله او من امیر المؤمنین؟ تو امشبی که شب جمعه است و شب امام زمانه، که هر شب شب امام زمانه، ما از سید و شهدا و حر و دیگران صحبت میکنیم که چی؟ که یاد بگیریم آقا تو کشتی جز سراغ ناخدا رفتن خطای محاسباتیه. ابوبصیر میگه یک کسی داشتیم از شیعیان تو مدینه، توی عراق، تو کوفه، آدم سالمی نبود، تو دستگاه منصور بود و اوضاع احوال دینیش هم خوب نبود و پولایی که دست او مناسب نبود، و میگه که من خواستم برم مکه، یه رفیقمون منو دید، گفت مکه میری مدینه هم میری؟ گفتم آره حتما میرم مدینه، امام صادق رو میبینی؟ حتما امام صادق رو میبینم. گفت رفتی خدمت امام صادق؟ از قول من با آقا سلام برسون، بگو که فلانی خدمت شما سلام رسون. گفت آقا خیلی توی منجلاب افتادم، به خدا قسم میخوام خوبشم، اما نگاه میکنم میبینم خیلی خرابه اوضاع. گفتم باشه، میگم. رفتم مکه و حجم و انجام دادم و آمدم مدینه خدمت امام صادق و امام زمانم و اکمال زیاره به زیارت الامام، و آمدم برم. آقا فرمود که پیام رفیقتو نمیخوای بدی؟ گفتم که آقا معذرت میخوام، رفیقم گفت که آقا میخوام خوبشم، اما اینقدر اوضاع خرابه که دیگه.
امام صادق فرمود سلام منو بهش برسون، بگو اگه از همین الان تصمیم بگیری اصلاح کنی خودتو، ما ضمانت میکنیم خدا تو رو ببخش. گفت آمدم کوفه و دیگه نرفتم خونه، رفتم مستقیم خونه این رفیقم و گفتم امام صادق سلامت رسون، سلامم رسونده، سلامت رسونده. فرموده که اگه از الان شروع کنی اصلاح کنی خودتو، ما ضمانت میکنیم مشکلتو حل میکنیم. گفت ممنون، تمام شد. ابو بصیر میگه من رفتم خانه، چند روز بعد کسی در زد، تق و تق و تق در منزل ما. جانم بفرمایید. آقا فلان رفیق شیعتون هست تو فلان منطقه کوفه خونه داره؟ بله بله. گفته میشه یه توک پا بیای؟ گفتم خودش نمی گفت، نه شما تشریف ببرید. رفتم در زدم، درو باز کرد، آمدم برم. گفت نه معذرت میخوام، داخل نمیتونی بیای. گفتم که خب چرا، مگه با من کار؟ گفت چرا پشت در باید جواب بگم. گفتم چرا؟ گفت لباس مناسب تنم نیست. گفتم خب برو بپوش. گفت خب ندارم بپوشم. خب چی میگی تو؟ گفتش مگه نگفتی امام صادق فرموده اگه تصمیم بگیری اصلاح شی من درست میکنم. من دیدم دار و ندارم مال دستگاه منصور دوانیقیه، همه رو انفاق کردم، خونم هم فروختم انفاق کردم، خواستم فقط بگم من مردم. آقا رو دیدی؟ بهش عرض کن من سر عهدم بودم. ابو بصیر میگه آمدم با رفقای شیعه جمع شدیم، پولی جمع کردیم، لباسی، اساسی، وسایلی، یه خونه اجاره کردیم، از این فلاکت آوردیمش بیرون. چند وقت بعد بیمار شد و به رحمت خدا رفت دفنش کردیم. من چند سال بعد رفتم حج، رفتم حج، آمدم مدینه خدمت امام صادق. ابو بصیر میگه تا پامو گذاشتم داخل خونه آقا و سلام کردم، آقا فرمود و علیک السلام یا ابا بصیر، ما به اون عهدمون به اون رفیقت عمل کردیم، ما اگه تصمیم بگیری اصلاح شی حجت خدا حجت خداست. من رکبها نجا، هر کی بخواد وارد بشه و سوار بشه تمام میشه قصه، هر کی، وقت ما تمام شد. امشب آقا شب حر ابن یزید ریاهی دیگه، این قصه ها رو گفتیم تا برسیم به قصه پرقصه اصلی. البته امشب شب روزه من و امثال منه، شب ارتباط من با حجت خداست. حر رو میگم که به خودم برسم دیگه، حر که اینجا واسه من تمثیله که برسم به خودم در واقع دیگه. مستحضرید که سید الشهدا صلوات الله علیه قبل از روز عاشورا، قبل از رسیدن به کربلا، توی منزلی، توی یک موقفی حر رو میبینند. من میخونم قصهشو بر اساس نقل مرحوم شیخ تو ارشاد. حر آقا رو نگه داشت و همه پیاده شدن و محلی برای آب بود و وضو گرفتند. سید الشهدا به حجاج ابن مسروق که صحابی و مؤذنشون بود فرمود که حجاج اذان بگو. اذان گفت حجاج مسروق، اذان ظهر فرمود. میگه که تو اذان گفت، فلما حضرت الاقامت خرج الحسین فی ازار و رداء و نعل. آقا با لباس مناسب مرتبی با کفش تشریف آوردند. فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا کردند، فرمودند که ای مردمان، انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، من نیومدم مگه اینکه نامه هاتون رسید. و قدمت علی رسولکم، رسولات رو فرستادین پیش من. چی گفتید؟ گفتید بیا، ما امامی نداریم، تو باعث جمع ما شو. من با این شکل پیش شما آمدم، پس اطاعت کنید مرو، پس خلاف عهد نکنید. شیخ نقل میکنه امام این خطبه را که خوندند، فسکتوا عنه جمیعا، همه ساکت شدند. ولم یتکلموا کلمه، هیچ کی هیچی نگفت. فقال الحسین للمؤذن اقم، حجاج اقامه بگو. اقامه گفت. فاقام الصلات، نماز شروع شد. سید الشهدا رو کردن به حر، فرمودن که یا حر اتورید ان تسلی به اصحابک، میخوای با اصحابت نماز بخونی؟ فقال الحر لا بل نسلی معک، نه نه ما به تو اقتدا میکنیم، ما پشت سر توی حسین نماز میخونیم.
فصلوا بالحسین علیه السلام، پشت سر امام زمانشون نماز خوندن. میگه نماز که تمام شد، حضرت رو کردن به حور، فرمودن که تو جواب ندادی درباره اون صحبتی که درباره نامه ها کردم. حور گفت که انا والله ما ادری ما هذه الکتب و الرسل، من بیخبرم این نامه هایی که تو میگی چیه، رسول ها چیه، من خبر ندارم. فقال الحسین لبعض اصحابه یا عقبة ابن سمعان اخرج الخرجین اللذین فیهما کتبهم الی، اون دوتا کیسه رو خالی کن. خالی کردن، یک انبوهی از نامه قرار گرفت. خور گفت که یا حسین لسنا من هؤلاء الذین کتبوا الیک، من نامه ننوشتم به سمت، راستم میگفت، من جزو این نویسندگان نیستم، من کاری به این حرفا ندارم، من مأمورم و معذور. و قد امرنا انا اذا لقینا کلا نفارق که حتی نقدم کل کوف علی عبید الله ابن زیاد، من عهد کردم هر جا دیدمت ازت جدا نشم تا تو رو بیارم پیش عبید الله ابن زیاد. اینجا آقا بهش فرمودن که ثکلت که امک افعل ما تورید، مادرت به عزاد بشینه، هر چی که آقا انجام بدی انجام بده. خور در جواب سید و شهدا عرض کرد یا حسین اما لو غیر کم من العرب یقول حالی، اگه غیر از تو کسی اینو گفته بود منم جوابشو میدادم. ولکن والله مالی من ذکر ام کم من سبیل الا به احسن ما نقدر علیه، اما چه کنم که جز از خوبی درباره مادرت نباید حرف زد. آقا هر آنچه هستم مؤدب باشم، اگه روزه شرکت نمی کنم مؤدب باشم، اگه قبول ندارم مؤدب باشم. ادب دست منو میگیره، دست منو میگیره، ادب به خرج داد اینجا. و من اعتقادم اینه، از تاریخ و کلمات اهل بیت این برمیاد، والله خور اصلا فکرش رو نمی کرد بخواد ماجرا به اینجا کشیده بشه. او حساب کتاب کرده بود صد و خورده از اصحاب ابی عبدالله هستن، هزاران نفر اونا هستن، معلومه جنگ در نمیگیره، یه خورده اینا فشار میارن، امام حسین راضی میشه، یه بیعتی میکنه، ما به نوایی میرسیم. همین آقایان میدانید خور کی خدمت امام حسین رسیده؟ روز عاشورا، روز عاشورا، اونم نه اول صبح عاشورا. سید الشهدا نماز رو خواندن، علی اکبر از آن فرموده نماز رو خواندن، حمله اول انجام شده، بعد حمله اول حور به دستگاه سید الشهدا برگشته. میگه در سپاه عمر سعد ایستاده بودم، سه نفرم همراهشه، غلامشه، پسرشه، برادرشه، خودشه. حمله اول که انجام میشه 25-6 نفر از اصحاب سید الشهدا از غیر بنی هاشم مثل مسلم ابن اوسجه و اینها به شهادت میرسن. هر اولین جا خوردنش اینجاست. چی شد؟ چه کشتید؟ هر میگه دیدم عمر سعد گفت 10 نفر بهترین اسب ها رو بردارند، نعل تازه به اسب ها بزنند. هر میگه گفتم یا امیر، نعل تازه برای چی به اسب ها بزنن؟ گفت بر بدن هاشون میخوایم بتازیم. گفتم قصدت چیه امیر؟ گفت ذبح حسین و تاختن اسب بر بدن حسین. عجب، من برم اسبم و آب بدم برگردم. تازه فهمید قصه چیه، تازه فهمید باید سوار شه، تازه فهمید پیغمبر فرموده حرم میتونه سوار شه، فقط اگه بتونی سوار شی تموم. آقای غور برم آب بدم اسبمو، دست غلامشو گرفت، دست برادرشو گرفت، دست پسرشو گرفت، رفتن اسباشونو آب بدن، کفشاشو در آورد، سرشو برهنه کرد، چشاشو داد پسرش ببندن، شمشیرشو آویزان کرد که رو زمین کشیده میشد. یا صاحب از زمان، آقا ببخش، من اگه گناه هم میکنم مثل هور ارزه ندارم از تو عذرخواهی بکنم.
یا صاحب الزمان خیلی ببخش آقا، من توان توبه کردنم ندارم آقا. آقا خیلی معذرت میخوام، سالا اسم تو آوردم، از خودتو، از مرام تو، از ذکرت برای خودم کلی آبرو به دست آوردم، اما خیر که الینا نازل و شر و الیک ساعد. یا صاحب از زمان ببخشید که فلم یزل ولا یزال ملک کریم یعطی که انا به عمل خبیر. آقا معذرت میخوام که من باز اینا رو میگم، اما هنر ندارم کفشامو در بیارم، چشامو ببندم، سرمو بندازم پایین، بیام بگم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کلا خاطئین. آقا خیلی معذرت میخوام، من هست و نیستم و تو چاه انداختم، اما باز هم نمیاد پیش تو مثل بچه های یوسف این حرف رو بزنم. گفتن یا سید شهدا از مقابل دارن عده‌ای میان. فرمود هره برید به استقبالش. برید به استقبالش. نفرمود محلش نکنید بذارید حالا بیاد. نفرمود کسی توجه نکنه بهش، بذار ذلیل بشه. فرمود برید به استقبالش. هر استاد توبه کردن آمد رو به سید الشهدا. آقا درست ترجمه کنید ما، نفرمود آقا جان توبه من قبوله، همچین حرفی نفرمود. هر رو کرد به امام زمانش گفت آقا یکی مثل منم میتونه سوار کشتی بشه؟ حلی من توبه، اصلا من توبه بردارم آقا، اصلا من میتونم اسم توبه بیارم؟ شما تمام تاریخ آقا فرموده باشد نعم بله، برای چه؟ معلومه که میتونی. آقا یه اشکال فقط بهش گرفت، فرمود ارفع رأسک. تو کشتی حسین که سوار میشی حق سر به زیر بودن نداری، تو کشتی امام زمان که سوار میشی حق سر بزیر، سرتو بالا بگیر، بله که میتونی توبه کنی. هر میدونه چی کار کرده، میگه عرض کردم یا ابا عبدالله اجازه بده برم میدان. فرمود نه شما مهمان مایی، اما هر ببخش، نه آبی داریم تعارفت کنی، نه غذایی داریم برای تو بیاری. گفت یا ابا عبدالله بذار من برم میدان. آقا فرمود هر کاری میخوای انجام بده. پسرشو فرستاد، غلامشو فرستاد، برادرشو فرستاد، خودش رفت میدان. یه جمله‌ای داره هر، بهترین توصیف از آتش ابی عبدالله این جمله است. گفت شما مسلمان نیستید، به وحوش و حیوانات این بیابان آب میدیم، به بچه فاطمه زهرا آب نمیدیم. یا صاحب از زمان اسم مادرتو آوردم آقا، دو دقیقه قبل گفتیم اونی که باعث شد هر سوار بشه ادبی کرد، ادبی بود که به مادرت کرد. یا صاحب الزمان این مرد و زن برای چی گریه میکنن؟ این مرد و زن برای چی اینجا هستن جز برای تشفی قلب مادرت، جز برای آرامش مادرت، جز برای عزای پسر مادرت؟ آقا این ادب ما رو تو آقایی میکنی بپذیری، ما رو هم رد نکنی؟ اونی که باعث سلامت هر شد رفت میدان. عمر سعد گفت اینقدر تیرش بزنید، اینقدر به او تیر انداختن آوردن، حتی سار کل قنفذ شد خارپشت، به سر شمشیر زد، هر افتاد زمین. من نگاهم اینه، هر تمام رضایت خدا در دلش بود، الحمدلله من عاقبت به خیر شدم. اصلا منتظر هیچی نبود هر، یهو دید که زیر بغلاشو یکی گرفت. اصلا قرار به این کار نبود آقا. یهو دید سرش تو بغل امام زمانشه، یهو دید چشای خدا داره بهش نگاه میکنه، یهو دید دستان خدا زیر بغل او رو گرفته، یهو دید امام زمان سلام الله علیه به او فرمود که تو رو بشارت میدم به بهشت.